هرات والی عبدالقیوم روحانی د طالبان د بریالیتوب لوی راز د دینی علماو همکاري او جهاد کې د هغوی د شاګردانو برخه اخیستل بولي. والی وایي اوس چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي، اوس یې د امتحان وخت راغلی او له دیني علماو یې غوښتي چې د دوی په حق دعا وکړي چې کبر او غرور ورڅخه ونه شي. موږ ته به دا دعا کوئ په اوقاتو مخصوصه وکړي، خاص په اوقاتو مخصوصه وکړي چې ستاسو د علم مطابق ستاسو در معلومیږي چې یا الله موږ د تکبر او د غرور څخه وساته، چې زموږ د تکبر او غرور په نتیجه کې خدای نه کرده خدای نه کرده زموږ د جهاد نتیجه راڅخه خرابه او راڅخه بحثیت نه نشي. تاقم یو بل خواهش دی ستاسو علماو څخه، ستاسو استادانو څخه. هرات والی د چارو د لا ښه سمون په موخه د هرات د دیني علماو او نورو مشرانو سره لیدنې او سلام مشورې پیل کړي دي. د هرات دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري له طالبانو غوښتي چې د وطن د بیا ودانولو او رغولو لپاره کار وکړي. تا دیروز به آزادی وطن تلاش می کردیم، همه ما آزادی وطن بود، امروز همه ما به آبادی وطن تلاش ببرزیم. هرات که در طالبان و در واکمنی نجده لس روز تیریجی او حالت در پخواب پرتلا عادی شویده. در هرات زایی چارواک و تیر روز لدوی سر بندی در کماندو ملی اردو و ملی پولیس و ترسول و دیر بندیان آزاد کرده. در تمام محبس های امارت اسلامی بندی هایی که از قبل در جنگ ها گرفته شده و یا در راپور ها و از طریق استخبارات گرفته شده، امروز مورد عفو امیر المومنین سب قرار گرفته و هر برادر انشالله اجازه داده میشه که به خانه خبره. خدایی ها مجاهده خون ما خوب خوبی میکرد، اما اول که گرفته تا آخرش خون از ما خیلی خوبی میکرد. از لحاظ امکاناتی که در دسترس نبود با ما جای خوب مناسب جای مناسب تهیه کردن. د هرات اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل جوړښتونه منظم او خلکو ته د عامه خدماتو رسولو بهیر چټک کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات.